برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه امشب درد دل روان، من میخواهم توجه شما رو به یه طبقه بندی که کردم بر حسب اینکه بشر چقدر آگاهی داره از احساس خودش، احساسات درونی خودش، برای شما صحبت کنم. ما میتونیم افراد رو به چند گروه تقسیم کنیم. ابتدا اجازه بدید به توجه شما بیارم که من هیچ بشری رو نمیشناسم که کاملا و 100% با تمام احساسات و عواطف درونی خودش، از تمام احساسات و عواطف درونی خودش آگاه باشه و به تمام آنچه در درونش هست از نظر احساسی و عاطفی دسترسی داشته باشه. ولی بر حسب اینکه ما چقدر به این احساساتی که در درونمون مدفون شده بتونیم دسترسی پیدا بکنیم، یه طبقه بندی میشه کرد. گروهی هستن که تا حد زیادی به احساسات خودشون دسترسی دارن و در ضمن از اونم آگاه هستن و به راحتی، به محض اینکه اونها موبولایز میشن، برانگیخته میشن، این احساسات و حس و لمس رو تجربه میکنن. این گروه ما میتونیم بهشون بگیم که سالم ترین گروه بشری هستن از نظر عاطفی و روانی، و اینا معمولا کسانی هستن که در چند سال اول زندگیشون زیاد بهشون صدمه نخورده و در نتیجه ما هممون در طول زندگیمون روانمون صدمه دیده، ولی شدت این صدمه است که این تقسیم بندی رو ممکن می سازه. در نتیجه این افراد می دونن که چی حس می کنن یا خیلی سریع می تونن احساساتشون رو تجربه کنن و در نتیجه استراب در اونها خیلی کم و فقط در موارد خطرناک استراب شدید میشه و معمولا از افسردگی و بیماری های روانتنی، سایکوسوماتیک و اختلالات شخصیتی در امان هستن. و به قول شاعر میشه گفت که اینا کسانی هن که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون به جهانن. به عبارت دیگه اینا میتونن حتی مواقعی که موانع و مشکلاتی جلوشون میاد و یا حالت بحرانی و کرایسیسی به وجود میاد، اینا میتونن که از عهده حلش بر بیان و میتونن اشکالاتو اونجوری که شاید باید حل بکنن و اداره بکنن. این گروه سالمترین گروه هست. گروه دیگر اونهایی هستن که به احساسات عواطف خودشون میتونن دسترسی پیدا کنن ولی کاملا از آن آگاه نیستن. و این افراد کسانی هستن که موقعی که روشون یکم فشار بیارید و یا حتی بدون فشار هم موقعی که براشون توجیه بدید، اینها سریع میتونن به احساسات دسترسی پیدا بکنن. و این گروهی هستن که به قول شاعر، آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. اینا رو فقط باید بیدارشون کنید. در نتیجه
گروه اولی که گفتم سالم ترینن، معمولا خودشون میتونن مشکلات خودشون رو حل کنن و اگر یه موقعی هم یه کرایسیسی پیش بیاد، حتی در یکی دو جلسه میتونیم ما اونها رو درمان کنیم. در این گروه دوم که یه نیاز به فشار دارن که به احساساتشون دسترسی پیدا بکنن، اینا ممکنه مثلا چند جلسه یا چند ساعت به درمان احتیاج داشته باشن که اون راه رو باز کنیم و اینا بتونن راحت اون چیزی که حس میکنن تجربه کنن و اشکالات خودشون رو حل کنن و فقط کافیه که اینا رو بیدارش نمایید که بس خفته نمانن. و اما یک گروه دیگه هستن که این افراد به احساسات و عواطف خودش دسترسی ندارن و حس نمی کنن و هیچ آگاهی هم ندارن که حس نمی کنن. این گروهیه که شاعر میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. چون این افراد اگه بدونن که نمیدونن، که بدونن که حس نمیکنن، بدونن که از احساساتشون آگاه نیستن، اینها میتونن برای درمان برن و این ارتباط عاطفی رو برقرار کنن و اونها رو حس بکنن و در نتیجه رهایی پیدا بکنن. اما یه گروه دیگه ای هستن که اینها نه تنها دسترسی ندارن به احساساتشون و هیچ احساسات خودشونو حس نمی کنن، هیچ آگاهی هم ندارن از اینکه اینها با احساسات خودشون قطع رابطه کردن و این بدون احساس زندگی کردن یه نوع زندگی برای اونها هست. این گروهی هن که میگه شاعر آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. این افرادی هستن که نمیدونن که حس نمی کنن. درمان این افراد یکم طولانی تر میشه، ولی باز تنها کاری که ما باید بکنیم این که آگاهشون بکنیم که اینا اصلا آگاه نیستن از این که در توشون چه خبره و چی حس میکنن و هیچ دسترسی به اون احساسات ندارن. ولی وقتی آگاه شدن و دسترسی پیدا کردن به احساساتشون، اون موقع درمان این گروه راحت میشه. یعنی به عبارت دیگه ما هر گروهی رو باید کمک بکنیم که برسن به گروه اولی که خدمتتون عرض کردم، چون گروه اولی درمانش بسیار راحت میشه دیگه، چون آردی دسترسی داره به همه چیز. و اما یک گروه هست که از همه اینا مشکل تره و اونا گروهی هستن که هیچ دسترسی به احساساتشون ندارن و نه تنها حس نمی کنن، نه تنها مثل یه کامپیوتر هستن و فقط فکر میکنن ولی هیچی رو حس نمی کنن و هیچ ارتباطی با بخش عاطفی خودشون ندارن و نه تنها نمیدونن که هیچ ارتباطی با بخش عاطفی خودشون ندارن، حتی نمیخوان حس بکنن، یعنی تمایلی به حس کردن ندارن. این گروه شاعر میگه آن کس که نداند، آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چنین جانوری زنده بماند. البته شاعر بی لطفی کرده در این مورد، برای اینکه هر بشری حق زنده ماندن داره و شاعر در این مورد خیلی خشمگین به نظر میرسه. ولی این افرادم میشه باز بهشون کمک کرد، ولی درمانشون بسیار مشکل تر و
طولانی تره. چجوری این افراد میشه درمان کرد؟ این که اول باید ما به توجه اونها بیاریم که آگاه بشن که این نخواستنشون به چه قیمتی براشون تموم شده، چجوری در انزوای عاطفی زندگی کردن، چجور تک و تنها در کهکشان خودشون زندگی کردن و نتونستن با هیچ کسی هیچ ارتباط نزدیک عاطفی برقرار بکنن. و این افراد موقعی که آگاه بشن که این نخواستنشون که ارتباط عاطفی با خودشون برقرار کنن و با دیگران برقرار کنن به چقدر گران قیمت براشون تموم شده، اونها بر ضد این نخواستنشون قیام میکنن و در نتیجه خیلی خواهان میشن و خیلی مشتاق میشن و به قول انگلیسی موتیویتد میشن. و بعد این مرحله اوله. مرحله دوم ارتباط برقرار کردن بین اونها و احساساتشونه و همچنین کمک کردن به اونها که این مقاومت بر ضد نزدیکی عاطفی با دیگران رو از بین ببرید، یعنی دیوار رو باید از بین برد که اونها بتونن به کسان دیگه هم نزدیک بشن و بعدن احساسات درونی اونها رو برانگیزین. چون این احساسات درونی اونها چون از خیلی خیلی زود در ابتدای زندگیشون، اینا معمولاً در همون یکی دو سال اول زندگیشون شدیداً صدمه خوردن و اون رابطه عاطفی مادر و فرزندی خیلی زود قطع شده در این افراد، در نتیجه اینا قطع رابطه کردن با احساسا و نه تنها در این مسیر در این محور قطع رابطه کردن با احساسات خودشون، همچنین قطع رابطه کردن با دیگران از نظر عاطفی و یه دیواری گذاشتن بین خودشون و دیگران و باید حالا این دیوار رو برداشت، این دیوارم برداشت، دو تا دیواره که اونا بتونن از نظر عاطفی به درمانگر به روانکاو نزدیک بشن و بدن اجازه بدن اون احساساتی که خیلی خیلی انبوهی از احساساته و مدفون شده اونا بیاد به سطح و از اونجا درمان شروع میشه. حالا میخوایم ببینیم که این درمانی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم به چه صورتیه و چطور میشه که ما میتونیم به این افرادی که از نظر احساسی و عاطفی خیلی زود تو زندگیشون صدمه دیدن کمک بکنیم. ببینید، لغتی که در انگلیسی ما به کار میبریم لغت سایکوتراپیه که گفتار درمانیه و این لغت خیلی پخش و پلا معرفی شده و به طور دقیق اونجوری که شاید باید معنی خاصی نداره این لغت سایکوتراپی یا روان درمانی، خصوصا امروزه که دنبال هر لغتی شما میتونید یه کلمه درمانی بیارید بذارید و یه تکنیک درمانی ایجاد میشه، از آب درمانی و بو درمانی گرفتم موزیک درمانی و خلاصه همه چیز دیگه. ولی اجازه بدید ما دقیق به این کلمه سایکوتراپی یا روان درمانی گفتاری توجه بیشتری بکنیم. من با این موضوع مخالفم که ما هر صحبتی رو، هر خوشو بشی رو بهش یه برچسب درمانی بزنیم. ما باید برای خودمون و دیگران روشن کنیم که منظورمون از کلمه درمان روان چیه. اگر ما
کنار شومینه بشینیم و چای بخوریم و با هم درد دل کنیم؟ این ممکنه اثر درمانی داشته باشه، به این صورت که یکی رو ممکنه آروم کنه و مصرف چای یا مشروب کنار شومینه ممکنه یه حالت آرام کننده رو ایجاد بکنه و میشه بهش گفت که اثر درمانی داره یا حداقل یه رگه‌ای از اثر درمانی رو درش میشه دید، چون یکی رو آروم میکنه. ولی من به این رد و بدل جملات کنار شومینه، لغت درمان رو به کار نمیبرم و ترجیح میدم که لغت درمان رو به نوعی از مکانیسم‌های درمانی به کار ببرم که مؤثره و فقط یه حالت آرام کننده موقتی نداشته باشه. بین تکنیک‌های مختلف گفتار درمانی امروزه جز متداولینش یکی گفتار درمانی کاگنیتیو تراپی، شناخت درمانی، که فعالیت‌های درمانی بر روی افکار و عقاید غیر عقلانی و مخرب و نادرست متمرکز میشه و معمولاً به احساسات و عواطف و بخش ناآگاه هیچ توجهی نمیشه. نوع دیگر درمانش رفتار درمانیه، بیهیویرال تراپیه، که همونطور که از اسمش روشنه تمرکز روی رفتار درمانجویان هست. در ضمن انواع دیگر درمان هم هست، مثلا وقتی که یک گروهی رو با هم درمان میکنید اسم گروپ تراپی برای اون به کار برده میشه که گروه درمانی بهش میگن، و یا اگر زمانی که ما فقط یک کاپل و دو نفر رو با هم درمان میکنیم بهش میگن کاپل تراپی یا زوج درمانی، و اگر افراد خانواده رو با هم میبینید بهش میگن فامیلی تراپی یا خانواده درمانی، و اگر فقط تمرکز درمان روی امور و اشکالات جنسی باشه اونو بهش میگن سکس تراپی یا درمان جنسی، و اگر از تلقین و هیپنوتیز استفاده بشه اونو بهش میگن هیپنوتراپی. ولی هدف من از این صحبت اینه که توجه شما رو روی یه تکنیک درمانی که بسیار مؤثره و بیماری رو ریشه کن میکنه به اسم روانکاوی کوتاه مدت یا اینتنسیو داینامیک سایکوتراپی جلب کنم. علت این که من تاکید میکنم روی این تکنیک درمانی بخصوص برای اینکه بخش اعظم اشکالات عاطفی و روانی به علت احساسات و عواطف و افکاریه که در بخش ناآگاه روان جایگزینه، در بخش ناهوشیار آنکانشس روان نشسته و این شامل تمام بیماری های روان نژندی یا نوراتیک میشه، شامل اختلالات شخصیتی میشه، شامل بیماری هایی که استراب در اونها رول مهمی داره مثل حمله های هراسی، حمله های استرابی، پنیک اتک، انزایتی اتک، و همچنین بیماری های روان تنی یا سایکوسوماتیک میشه، و در همه اینها اون موتور و هسته مرکزی اونها در بخش ناآگاه روان جایگزین شده و باید به اون دسترسی پیدا کرد تا این علائم از بین بره و بدون دسترسی به موتور و ریشه این بیماری ها در بخش ناآگاه
ریشه کن کردن این بیماری ها امکان پذیر نیست. و تکنیک های دیگه ای که من خدمتتون عرض کردم گرچه ممکنه کمک بکنه به علائم بیماری ولی عود مجدد پیدا میکنن و علائم دوباره بر میگردن و این افراد نمیتونن با تکنیک های دیگه از شر بیماری خود برای همیشه راههایی پیدا کنن. در تکنیک روانکاوی کوتاه مدت Intensive Dynamic Psychotherapy ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم به بخشی از روانمون که ما ازش هیچ آگاهی نداریم، همینجور که از ما از کبد و روده و معده و تعال خودمون آگاهی نداریم، قلب خودمون آگاهی نداریم، ولی اون دارن اونجا کار خودشون رو انجام میدن. این بخش روانم اونجا داره کار خودش رو انجام میده، بخش ناآگاه، ولی ما ازش آگاه نیستیم و برای اینکه ما بتونیم این بیماری ها رو ریشه کن بکنیم باید اول به این بخش ناآگاه دسترسی پیدا بکنیم. در اغلب ما این بخش ناآگاه قفل شده، is locked، و ما باید اول بازگشایی کنیم و دسترسی پیدا بکنیم به اون احساس و عواطفی که از بچگی ما در درون خودمون مدفون کردیم و اصلا ازش آگاهی نداریم. اونجاست که اشکالات سرچشمه میگیره، علائم از اونجا سرچشمه میگیره. اینو من مکررن مثال میزنم که این شبیه اون بلک باکسیه که وقتی یک هواپیما سقوط میکنه ما نیاز داریم اونو پیدا کنیم و بعدم به وسیله اون بلک باکسه که ما میتونیم بفهمیم چه اتفاقی افتاد که هواپیما سقوط کرد و با دسترسی به اونه که ما میتونیم بفهمیم که چگونه چطور شد که یه فردی مضطرب شد، افسرده شد یا اشکالات عاطفی و روانی پیدا کرد. من در جلسه بعد به توجه شما میارم که چگونه ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و یک نمونه ای از یکی از درمانجویان رو برای شما میگم که از اون صحنه ای که این خانم وارد اتاق درمان میشه من چه سوالی میکنم، ایشون چه جوابی میده و چجوری بالاخره ما میتونیم این بخش ناآگاه رو بازگشایی کنیم و قفلش رو باز کنیم و ببینیم اون تو چه خبره و بعد ببینیم که از اون به بعد چی شده. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. شب خوش. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.